ما نصرت الهی رو دیدیم، کمک الهی رو دیدیم. یکیش همین آمدن اسرا بود. ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن. تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن، برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه. 30 سال، چون تبادل اسرا رو در جنگ های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف مدعی بود که ما چند تا اسیر به شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشین برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن. اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. هر وقت احساس قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام. طبیعتش خیلی طبیعت پست دنی بود. آدم های پست و دنی هر جا احساس قدرت بکنن اونچنان منتفخ میشن که باشون اصلا نمیشه هیچ مبادله کرد، هیچ. اون وقتی که احساس ضعف میکنن در مقابل یک قویتری قرار میگیرن، از مورچه خاکسارتر میشن. دیدید دیگه صدام التماس میکرد به آمریکایی‌ها قبل از اینکه حمله کنن آمریکایی‌ها به عراق. این دفعه اخیر التماس میکرد که بیایید با ما بسازید، همه مون علیه جمهوری اسلامی متحد بشیم. منتها شانسش نیومد دیگه که آمریکایی‌ها قبول کنن از او. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع باشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نحوی به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن. یه دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود. و دیگه همینطور از این قضایا تا امروز